به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم حضور همه شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، به ویژه علاقمندان برنامه صبح و زندگی از ولایت هرات در خدمت شما هستیم و سلامی هم دارم خدمت همکارای بسیار عزیز خود. امروز خواستیم که سر بزنیم به یکی از مکاتب ولایت هرات، چون سال تعلیمی جدید آغاز گردیده و درس ها رسما در سرتاسر کشور ما شروع شده و بچه ها و دانش آموزان راهی مکاتب می شوند. اینجا لیسه گورشاد بیگم هست، یکی از معروف ترین مکاتب دخترانه در ولایت هرات که دانش آموزان زیادی را در خود جذب کرده و همه ساله از این مکتب به دلیل تلاش های زیادی که صورت می گیره شمار زیادی از دانش آموزان بعد از اینکه مکتب را به اتمام می رسانند با تلاش هایی که دارن با نمره خوب رشته های دلخواهشان در کنکور کامیاب می شوند. اتفاقا به یک روزی برخوردیم که به هر حال تایم درسی صنوف ابتدایی هست و همچنان از صنف اول تا صنف ششم و اینجی شماری از دانش آموزان طوری که تماشا میکنیم در کنار ما هستند که با این دوستان هم صحبت های خواهیم داشت و پرسان میکنیم که چی آمادگی هایی را دارند برای سال جدید. سلام خواهر جان، خوبی؟ سلامتیم. برای امی برنامه صبح و زندگی سلام علیک میگم. من صنف متعلم صنف ششم ارنم ارغوان، پدر من نام همایون هویدا تحصیل داره، مدیر مکتب امیر علی. خیلی خوب، نام خودم هنوز شروع نکردیم، شروع کرد مستقیم به صحبت کردن و کلا معرفی کرد. خب چی بود نام تو؟ ارغوان. ارغوان جان چند نمره ای؟ پنجم. خیلی خوب، در مورد ازی بود که درس چند روز میشه شروع شده و چگونه درس ها صنف چندمی؟ درس ها سه روزه که شروع شده. خیلی من خیلی خوب استادا عرض هم ساعت ها استادا حاضر هم و من خیلی درم درس ها هم استاد هرچی استاد می آیه و خیلی خیلی شاگردا زیاده به می روزا بر بعدا به می روز سوم شاگردا زیاده و هم مزیری خور گرفتم و هم 5 ساعتی که ما درس داریم هر 5 ساعت استادا بیامدم و من هیچ توقعی ندارم. مدیر ما خیلی مدیر خوبیه. خیلی خوب، در مورد ازی بود که در آینده میخوای چیکار بشی؟ میخوام که پیلوت طیاره بشم. چرا؟ به خاطر اینکه دوست دارم. خیلی خوب، ان شاءالله که پیلوت بشی در آینده. ارغوان جان تشکر از تو. خب بیایم که پرسان بکنیم از سایر دانش آموزانی که در این مکتب هستند و در این آغاز صبح ببینیم که چی آرمان های داره. سلام، صبح شما بخیر. خوب این؟ صبح شما بخیر و سلام. برنامه صبح زندگی فریبا امیری هستم، متعلم صنف ششم ب و یک تشکری خاصی دارم از مدیر مکتب خود که واقعا زحمت میکشم و به چی هوا گرم باشه چی هوا سرد باشه و میایم به مکتب و به مصرف کارهای ما هستم. خیلی خوب فریبا خانم، در مورد ازی بگیم که درس ها چگونه یه، با چی مشکلات مواجه هستین، آیا کمبود استاد کمبود کتاب و اینا داریم یا نه؟ کمپیوتر استاد که نداریم، استاد ما هم هستم، فقط می مشکل کتاب داریم که هر سال کتابت کنه به ما میدن، کتاب جدید طالب ما نامده فعلا، مضمون ما هم نصف بر بدادم نصف بر ندادم. بسیار خوب، چند نمره؟ اول نمره. اول نمره عمومی هم میگه؟ بله. خیلی خوب، صنف چند؟ ششم. بسیار خوب، با کدوم مضمون بیشتر علاقه داریم؟ مضمون ریاضی. حالا شده ناکام بشیم؟ نه خیلی. اگر ناکام بشیم چیکار میکنم؟ ناکام بشه خود تلاش میکنم که دوباره بتونم پس به اون درجه خور بگیرم. آفرین. پس ناکامی چیز بدی نیه، اگر ناکام بشه آدم دوباره باید چیکار کنه؟ تلاش بکنه که دوباره بتونه به اون درجه یا مقام خوب برسی. بسیار خوب، فری بخونم. سال نو شروع شده و خیلی از بچه ها نمیتونن برن به مکتب، چی در ولایت هرات چی در سایر ولایت کشور ما. خودت به عنوان یک دانش آموز که خوشبختانه فرصت ازیت پیدا کردی بیای درس بخونی، آرزوی تو چیه؟ توقع تو از مسئولان دولتی چیه برای بچه‌هایی که نمیتونن درس بخونن؟ حداقل یک نکته بگم بیننده عزیز که بیش از 320,000 شاگرد یا طفل در هرات از رفتن به مکتب محروم هستند که واقعا یک آمار تکان دهنده. از مسئولین دولت خوشمندون که به قصی اطفال بشن بیشترین پدر مدران نمیگذارم داخل امی اولادشان برن مکتب و علم یاد بمیزن، چون پیغمبر عزیز رسول الله اکرم فرمودن
میزه گفواره تا گور دانش بجو. چون میگه از وقتی که به دنیا میای تا وقتی که به میموری دانش بجو ایلون گنجیه که با هر چی که خرج کنی خلاص نمیشه. و از پدر مادر خواهش میکنم که اولاد خوب بگذارم مکتب جای بدنی، چون ما آینده سازان کشور خود هستیم. و از اولاد تن خواهش مندم که به قصه کتاب و امی شاگردا بشن که کتاب از لازم کتاب شاگردا خیلی مشکل داره. آفرین، بسیار خوب. خارک ما گفتن مشکلات زیادی هست متاسفانه در جامعه ما، و ای که معارف شالوده و زیربنای جامعه هست، اگر به معارف توجه نشه یک نسل خوبی ما نمیتونیم برای جامعه خود تقدیم بکنیم. خب ایره بگو که در آینده میخوایی چه کاره بشه، هرچند 6 سال از درسات و در مکتب باقی مانده. من خوشم در آینده یک رشته طب خیلی علاقه دارم. چرا همیشه اول نمره دوست دارم طب بخونم؟ بخاطر که امی طب بعض بیشتری از امی پیرمرده خواستن و امی دوست دارم اونا مثل جوانا وقتی که لبخند میزنن در دنیا اینا سفید باشن. آفرین آفرین، یعنی آرزو داری که برای همگی کمک کنی. بسیار خوب، تشکر از خودت. تشکر از شما و تشکر از برنامه صبح زندگی. سلامت باشیم. یکی دیگر از خواهرار در کنار خود داریم. سلام، صبح شما بخیر. اسم شما؟ شما بخیر. موسکو عزیزی هستم، صنف دوم مکتب لیسی گوشاد بیگم. بسیار خوب. خانم عزیزی، سال نو چگونه آغاز کردی؟ سال نه بسیار خوب بود، ولی تنها مشکل ما کم بود کتاب دم روز استادا سر تای معین میآیند. بسیار خوب است، درسای ما را خوب پیش میبره. بسیار خوب. دخترها همگی به یک صدا بگین، همگی به یک صدا بگیم که آرزوی شما برای آینده افغانستان چیه؟ بلند بگیم چیه؟ صلح. بله، شما چی میخواییم؟ صلح. بله، انشالله که صلح برقرار بشه در جامعه ما و ما شاهد صلح در کشور خود باشیم. و این نونهالان کشور ما در ولایت هرات خواهان صلح هستند. انشالله که صلح برقرار بشه در جامعه ما. خب اگه بریم اجازه بدین که من به سراغ معلم شما برم و بیشتر با معلم شما صحبت بکنم. یک لحظه، هرچند کمی شلوغ کردن. سلام استاد، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما و تمام هموطنان ما بخیر. بسیار خوب، معرفی بکنین. اسم عایشه موین است، استاد پشتوی لسه گورشاد. بسیار خوب. جناب استاد، چه مشکلاتی داریم در لسه گورشاد که باید به اونا توجه بشه؟ مشکل خاصی دیگه خو نداریم، یک مشکل ما می است که یکم کمبودی کتاب می باشه و دیگه ای که آرامش می باشه. بسیار خوب. و یک موضوعی که ما اخیراً شاهد هستیم که استادان در سر تا سر کشور خواهان از او شدن که معاش افزایش پیدا بکنه، توقعی شما چه است؟ آیا با معاشی که دریافت میکنیم زندگی میچرخه؟ نه خیر، نه او معاش ان گفتیه دیگه که ایج استاد نمیتونه از استفاده درست کنه. ما هم خواهش هم استاده همی است که معاش استادان نظر به زحمت نا زیاد کنه. هر استاد زحمت میکشه و هر رتبه که در کشور ما هست هم از زحمت های استاد است. اگر دولت به این توجه نکنه استادا هم شاید دست به اعتصاب بزنن. به خاطر از اینکه اونا زحمت میکشن، اطفال خورده به خانه رها کرده میاین، با صد مشکل به خانه میاین، به مکتب میاین، به خاطر امی که بتونن کم به جامعه خدمت کنن و هم از نظر مالی به فامیل خود کمک شود. بسیار خوب، بسیار خوب. استاد، آرزوی شما برای سال 98 چه هست؟ هرچند ما در آستانه گفتگوهای صلح هستیم و رئیس جمهور هم تاکید کرد که باید توجه بیشتری به معارف کشور بشه و سال معارف هم به نوی هست و یک دهه معارف شروع شده در کشور ما. خب ما از رئیس جمهور صاحبی خواهش داریم که اولی که در رسی صلح باید کوشش کنه، به خاطر از اینکه اگر صلح در کشور ما باشه آرامش خاصی می باشه. و یکی دیگه هم توجه خاص نار در حساب استادا می خواهیم که باید هر استاد نظر به زحمت نار، نظر از اینکه مشکلات دارن، باید در زحمت از اینار در نظر گرفته و به ماش از اینا توجه خاصی کنیم. تشکر از شما. قابل تشکر نیست. تشکر از همه شما بیننده عزیز که تا این دم با ما همراه بودید. همکنون هم در لیسه گورشاد بگم ولایت هرات هستیم، یکی از مکاتب دخترانه موفق در ولایت هرات. و مشکلاتی که همه دارن طوری که اشاره کردن، کمبود کتاب می باشه و همچنان معلمان و آموزگاران مشکل کمبود معاش می داشته باشن، که آرزومندیم وزارت معارف کشور توجه بکنه به مشکلات استادای عزیز که این مشکل حل بشه، همچنان برای دانش آموزان. و از همه مهمتر، خیلی از مکاتب در ولایت هرات همچنان تا به حال سرپناه ندارن، تعمیر ندارن و خیلی از مکاتب متاسفانه استاد ندارن و برخی از مکاتب هم در ولسوالی‌های دوردست ولایت هرات به دلیل ناامنی‌های موجود
مسدود می باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، خداحافظ و نگهدار شما. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.